چطور در وبسایت راریبل ساینین بکنیم، ولت خودمون رو متصل بکنیم، NFT مینت بکنیم و در معرض خرید و فروش بذاریم. با من همراه باشید. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال پرژن کریپتو. من محمد هستم، امروز در خدمتتون هستیم با بخش دیگه ای از پلتفرم راریبل. ما در بخش اول خدمتتون توضیحاتی رو دادیم در مورد سایت راریبل، صفحه یک نفر رو گشتیم و اینکه خود اکسپلورش و اینکه چجوری قیمت گذاشتن، صفحهشون آیا قوی هست یا نه، این موارد رو بررسی کردیم. حالا میخوایم نحوه مینت کردن NFT، در معرض فروش گذاشتنش و موارد دیگر رو بررسی بکنیم. پس بیاین با هم بریم به وبسایت. این رو هم بگم اگه اون ویدیو رو ندیدید، من این بالا میذارمش، حتما برید اون ویدیو رو ببینید تا آشنا بشید با راریبل و خیلی از نکاتی که این جلوتر بهش برمیخوریم رو در اونجا توضیح دادم و نیاز هست که اون رو ببینید. بریم توی سایت. این وبسایت راریبل هستش. ما توضیحات لازم رو دادیم خدمتتون در ویدیو قبلی. توی سایت راریبل رفتیم، همین شاه عباسی ماسک رو هم بررسی کردیم و حالا میخوایم خودمون NFT مینت بکنیم و به شبکه وصل بشیم. برای این کار شما این قسمت که تم هستش، اگه چشتون ضعیف هستش، اصولا برای کسایی که چششون ضعیف هست بک‌گراند سفید رو برمیدارن. شما روی ساین این میزنید. خیلی جالبه، شما همین الان براتون که پول های لازم رو آورد، یکیش ساین این وید متامسک. شما اگه میخواین روی اتریوم مینت بکنید و یا میخواین اثر روی اتریوم بخرید، باید به متامسکتون وصل بکنید. اگر که با متامسک آشنایی ندارید، به این ویدیو بالا رجوع بکنید، میتونید برید آموزش کامل متامسک رو ببینید. من روش میزنم، متامسکم باز بود، میگه که این کانکت بشه این اکانتت. میگم بله. میگه این سایت فقط میخواد آدرساتو ببینه. گفتم آدرس رو ببینه. گفتم باشه. کانکت میزنم و چی میگه؟ میگه که یه چند دقیقه بیا این راریبل رو مطالعه بکن، ترمز آف سرویسش و اینها رو بزن که شما بالای 13 سال هستید و سرویسش رو قبول دارید. خب ساین این میکنم و من وصل شدم به اینجا. برای من این نوتیفیکیشن اومد که میگه ایمیلت رو اد بکن تا چیزهای مهم رو بهت بگم. خب نیازی نداره. خب ببینیم اینجا برامو چی آورد. اینجا آدرس من رو آورد که موجودیم تو همه صفره. این مرورگر آموزشی من هستش، همینجوری میسازم به خاطر امنیت، هیچ وقت آدرسم رو نشون نمیدم، دلایل خاصی داره، توی یکی از ویدیوها براتون توضیح دادم. و اینجا مسیج هایی هستش که برای شما اومده. خب پس کیفول من به متامسک متصل شد. حالا میرم روی کرییت میزنم. میگه که بلاک چینی که میخوای انتخاب بکنی کدومش هستش. اگه میخوای با فلو بسازی، رو فلو ساینینگ کن. اگه میخوای با تزوس بسازی، رو تزوس ساینینگ کن. حالا من اگه تایمش خیلی طولانی نشه، این کلیپ رو تزوس رو بهتون نشون میدم، اگر نه توی کلیپ دیگه. برای فلو که ما بهتون نشون دادیم که چطور به شبکه فلو متصل بشید، توی اون کیفول بلوکتو که خدمتتون توضیح دادیم، بهتون گفتیم چطور به کیفول بلوکتو وصل بشید. و کیفول بلوکتو میبینید اینجا هم ورد بلوکتو، خیلی شبکه ارزونیه. فلو کلا بلاکچین مخصوص NFTه، یک بلاکچین بسیار قولی هسته. شما روی این خیلی رایگان و خیلی سریع میتونید NFT خرید و فروش بکنید. گفتیم که خودش بلاکچینی هستش ولی ورودیش وب 2 هستش، یعنی اینکه با همون ایمیل پسورد وارد بشید، اما اطلاعات خصوصیتون مثل اون کلیدا 12 کلمتون روی خود کیفول موبایلیتون هست، یا اگر روی وبسایت میسازید روی همون هستش، روی جای دیگه ذخیره نمیشه، روی فضای اینترنت ذخیره نمیشه، کاملا بلاک چین و هیچ دزدی نمیشه. اینجوری ایمیلتون رو میدید و وارد میشه. چون من توضیحاتش دادم دیگه توضیح نمیدم، تزوس هم بعدا. حالا من با اتریوم ساین این میشم، ساین این وید متامسک. خب اینجا میگه که میخوای تکی بسازی یا مولتیپل بسازی. خب من اگه بخوام سینگل بسازم، یعنی با استاندارد ERC-751 یه دونه NFT یونیک میسازم، ولی اگه بخوام 10 تا NFT بسازم که هر کسی بیاد یه دونه‌شو بخره، یعنی 10 تا کپی از همون باشه، مولتیپل میزنم. این ERC-1155. خب من سینگل میزنم، حالا برام زیاد فرق نمیکنه ولی سینگل میزنم. ببین میگه که فایلتو آپلود بکن، میگه PNG باشه، GIF باشه، وب پیج باشه، اینا یه عکس باشه، MP4 باشه، ویدیو و انیمیشن باشه، و میگه که MP3 یعنی آهنگ باشه و نهایت هم 100 مگابایت باشه. خب
من برای مثال تامنیل یکی از ویدئوام که مال متاورس های استریت دم دستم این بود، این رو میذارم که مثلا اینو NFT بکنیم. خب اونرش میبینید کالکسیون راریبل هستش و اونرش هم من هستم، هم اونرش هستم هم کریترش، چون هم دارم میسازمش هم اونرش هستم دیگه. خب اینجا میگی پوت آن مارکت پلیس. پوت آن مارکت پلیس یعنی که آقا میخوای NFT روی مارکت پلیس راریبل باشه برای خرید و فروش، یا اینجوری نباشه، یعنی اینجوری باشه که سرچ میکنه توی هاتا باشه یا هر چیزی که باشه رو مارکت پلیس نشون بده. اگر این تیکو بزنید نشون میده، اگر این تیکو نزنید میاد روی صفحه خودتون و قیمت و اینها براش تعیین نمیکنید، فقط روی صفحتون دارید not for sale هستش. خب من این رو میزنم، اون رو توضیح دادم، این حالتش این شکلیه. ببینیم ما یه فیکس پرایس داریم، یعنی شما مثلا من میخوام این NFT رو به قیمت یه اتریوم بفروشم. خب اینجا پرایسش رو میزنم، میگم من یه اتریوم میخوام بفروشم، اینجا نشه سرویس فی 2.5%، یعنی رریبل 2.5% فی میگیره موقع خرید و فروش. تو شما یه اتریوم میفروشید 25 صدم اتریوم فی برمیداره برای خودش و میگه که 975 اتریوم معادل 3618 دلار میگیره اگه فروش رفت. اینجا چوز کالکشنش هست، این آنلاک وانس پرچیز چیز مهمی نیست، بذارید تیکش باشه. چوز کالکشن هستش، شما میگه 721 هستش کریت کردید یا راریبل. خب من میذارم روی همون راریبل باشه. فری مینتینگ هستش، اگه فری مینتینگتون فعال باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه خریداران گسفی که شما دادید برای مینت کردن و خودشون میدن میخرن. یعنی شما یه اتریوم میفروشید و مثلا فی اتریوم 100 دلاره، شما اون 100 دلار نمیدید، فروشن اون خریداری که میاد بخره بعد یه اتریوم به علاوه 100 دلار به سایت بده، یعنی پول مینتو از اون خریدار بگیرید. به نظر این کار رو نکنید، چون شما هر جایی که باشید دقیقا مثل این بقالی ها هستش که بعضی جا تو راه میگن بذار هر چی دادیم دادیم، ولی شما اعتبار میخواید و این اعتبارها براتون مهمه اگه هنرمند جدی هستید، اگه نه آره فریمینتینگ بزنید و بفروشید. خب ببین این بالایی هم چیز خاصی نیست، شما یا اینکه روی اتریوم میذارید یا روی راریبل میذارید. روی راریبل بذارید و اینجا نیم و دیسکریپشن رو بنویسید. نیم میخواد برای مثال خودش نوشته، مثلا تیشرت لوگو من میذارم تام نیل، چون تام نیل. دیسکریپشنش میگم مثلا مال پرژن کریپتو، مال پرژن کریپتو. شما مثلا میتونید سایزش رو بزنید x، مثلا x to y. دیگه خدمتتون بگم میتونید بزنید که نمیدونم کالرفوله، نمیدونم چیزای مختلف بزنید، توضیحاتی در مورد اثرتون بزنید. و در اینجا رویالتیز هستش، یعنی چی؟ یعنی که اگه من اتریوم هم رو اومدم یه اتریوم فروختم، مثلا بعدی که من خریده بخواد یک و دو دهم اتریوم بفروشه، خب این یک و دو دهم اتریومی که میخواد بفروشه دوباره 10% به من میرسه. بعدی میخواد 900 دلار بفروشه مثلا، اون دوباره 10% به من میرسه. هر خرید و فروشی بشه به من رویالتیز میرسه. این وقتی یه نفر میخواد بخره اثرتون رو چک میکنه، یا یه چیز کم بذارید یا صفر بذارید، خیلی زیاد نذارید که نگه که من دوباره 10% اینجا میدم. فریمینتینگ هم بذارید دیگه اصلا ازتون خرید نمیکنن. و ادوانس ستینگزش هم میگه سایزش رو بگید، خودش سایزش یه دونه باکس میاره میگه سایزش این درینه و ایمیج دیسکریپشن این دیتیلز میگه با کلمه ایمیج شروع نکن. شما اینجا روی کرییت آیتم میزنید، لود میکنه، بررسی میکنه و استپ ها رو میاره. ببینید شما اگه اون قسمت که پوتا مارکت پلیس بود رو بردارید، اینجا دیگه فی ازتون نمیگیره، الان داره آپلود میکنه مدیا رو روی آی پی اف اس. خب تا این کارو میکنه، من یه چیز بهتون نشون بدم. ببین اینجا آورد برای من و اینجا ساینی میزنم که به کیفولم وصل بشم. خب میخوام مینت بکنه، اینجا برای مینتش یه پولی میگیره که اون پول رو گرفت، من فری مینتینگ هم فعال بود، حالا میخواد اپروف بکنه. اپروف که میخواد بکنه میگه اوکیه، میگم اوکی، حالا پول که نیست فعلا. پول اپروف رو نگرفت و NFT رو برای من ساخت. شما میتونید وی NFT بکنید که من الان یک NFT ساختم با این مشخصات و برای سیل هم هست، برای فروش هم هست. پولی رو از من نگرفت، تمام پولش رو از مشتری خواهد گرفت، چون من هیچ پولی توی این کیف پولم نداشتم و اینجوری NFT من ساخته شد. یک سایتی هست من بهتون بگم، اسمش راریبل Analytics.
ببینید توی سایت رریبل آنالیتیکس که برید بهتون میگه که فی اتریوم در چه وضعیتیه، چطوری هستش. ببینید الان شاید اتریوم زیاد طرفدار نداشته باشه چون هزینهش یکم بالا هستش، هزینه فی به شدت بالا رفته، ولی الان تزوس و فلو خیلی طرفدار دارن و اتریوم دو هم میدونید دیگه، تا 4-5 ماه دیگه فکر میکنم که اینها میخوان سیستمشون رو از POW Proof of Work ببرن به POS Proof of Staking، بنابراین دیگه اون موقع فی زیادی نخواهد داشت. خب ببینید میگه که Should I pay fees now? Of course، از شما باید حتما فی بدید تو شبکه اتریوم. خب برای دوستانی که آشنایی ندارن این عدد گسه که 109 GWEI هاییه. اگه هنرمند هستید یه بار بیاین سراغ این قسمت. ببینید میگه که شما وقتی که میخواین سینگل ERC 721 بذارید انقدر باید پول بدید. خب سه تا اینجا گذاشته براتون تراکنشه. حالا شما ویدیو متامسک رو ببینید کامل با این آشنا میشید. اون ویدیو متامسکی که براتون گذاشتم رو ببینید تا بفهمید اینجا چجوری حساب میشه. یک حالت داره اسلو، یه حالت داره اوریج، یه حالت داره فست. یعنی اینکه شما تراکنشاتون سرعتش پایین باشه، متوسط باشه یا زیاد باشه، میخواین سریع کارتون انجام بشه یا یواش کارتون انجام بشه. من همیشه پیشنهاد میکنم که اوریج بذارید. ببینید شما اسلو وقتی که بذارید انقدر اتریوم بالا پایین میشه گسش، ممکنه که شما خیلی برید تو سقف. خیلی مهمه ها، چون اکثر موقع اتفاق نمیفته، اما اگه 10% موقع اتفاق بیفته شما بد شانس باشید دیگه بد شانسید. بنابراین مدیوم بذارید، فست هم زیادی پول ندید. اینجا میگه که آقا کالکشن میخوای بسازی باید 700 اتریوم بدی. خب و اینجا اوریجش رو گذاشته انقدر و اینجا هم گفته اگه فست باشه انقدر پول میگیرم. میبینید دیگه این 265 دلار نمیدونم چرا هر کدوم قاطی قاطی گذاشته. اینجا دلار گذاشته، اینجا یورو گذاشته. 234 یورو که از این حدوداً یا همین یکم بیشتر. اینجا نوشته اگه سینگل ERC 721 باشه، یعنی که شما یه NFT بخواید بسازید بدون کپی، کرییت کالکشن و اپروو و مینت قیمت ها رو گذاشته. اگه مولتیپل باشه قیمت ها رو گذاشته و آدرش اگه بخواید برن بکنید، ترانسفر بکنید، حتی اگه میخواین یه ویدیو قبول بکنید، مثلا شما یه اتریوم گذاشتید، طرف اومده 0.2 اتریوم براتون بیت گذاشته، میگید میخوام 0.2 بفروشم، اکسپت بخواید بکنید باید 300 فی بدید. فیت این فی میخوره به اتریوم، نمیخوره به رریبل. پس این سایت رو هم در نظر داشته باشید. خب بریم سراغ بقیهش. خب ببینید الان صفحه من دیگه آورده شد، صفحه من ساخته شد. میریم توی مای پروفایل، دقیقا مثل اونی که دیدیم خدمتتون میگم. ببین شما اولا یه عکس خوب برای خودتون انتخاب بکنید، دوما یه کاور خیلی خوشگل برای خودتون انتخاب بکنید، فالوور فالووینگ ندارید چند نفر رو فالو بکنید که خوب هستن، تا اونها هم شما رو فالو کنن، یکم تعدادش افزایش پیدا بکنه. اینجا ادیت میزنید که نیمتون چی باشه، یو آر التون چی باشه، بایوتون چی باشه، در مورد خودتون بگید، توییترتون چیه، پرسونال سایتتون چیه، ایمیل و وریفیکیشن هم برای اینکه تیکش رو بخورید میزنید، ببینید چه چیزهایی ازتون میخواد. فکر میکنم یه شرایط حداقلی رو باید داشته باشید. میگه پروفایل فوتو داشته باشید، یا آیتم رو rarible.com داشته باشید، یا بایوی کوچولو داشته باشید و سوشال مدیاهاتون رو هم لینک بکنید. اون موقع استارت میزنید، تازه میرید توی فرآیند وریفیکیشن که میگه 2 هفته هم طول میکشه. خب این هم از این. این صفحه خودتونه، پس این کاتگوری کالکشن و همه چیزتون رو اینجا نشون میده. پس به این صفحتون خیلی خوب دقت بکنید. خرید NFT هم هیچ کار سختی نیست. مثلا من میخوام این NFT رو بخرم که هیچ وقت نمیخرم، 6 و 6 اتریوم قیمتش، یعنی 24,000 دلار قیمت همین NFTه. خب من یه بیت مثلا میتونم برش بذارم، میگه ساینین بکن با ولتت. خب با متامسکم ساینین میکنم. خب میگه که بیدت چقدره، من میگم که نیم اتریوم میذارم. خب میگه که پول نداری، میتونی با ویزا کارتت پول اضافه بکنی، که خب میگم نه. ببینید اینا یک سری آیتم هم مثل رریتی و اینها دیگه خیلی بحث طولانی میشه، چون من بیشتر اینو برای هنرمندا ساختم. شما میتونید ویژگی های رر اینها رو ببینید توی ویدئوی سولانا به تفصیل توضیح دادم خدمتتون. خب این هم از این. من نکته دیگه ای نمیبینم بخوام براتون بگم در مورد ساینین کردن، مینت کردن، خرید و فروش کردن. امیدوارم این ویدئو براتون مفید بوده باشه.
حتما ما رو فالو بکنید. ما سعی میکنیم که آپدیت ها روی هر چیزی داشته باشیم و از دنیای گیم و متاورس هم براتون خیلی صحبت ها داریم. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید. مخلصیم. خدا نگهدار.